بله، در بخش بعدی برنامه خود قرار داریم جناب استاد زاکری، مفتی صاحب زاکری، استاد دارالعلوم عالی حرات را دعوت کردیم و هرچند فرصت هم وقت هم کم هست، با آن هم تلاش میکنیم که استفاده بکنیم از صحبت های جناب استاد زاکری. خیلی خوش آمدیم جناب استاد در برنامه که دعوت ما را پذیرفتین و حضور پیدا کردیم. با عزت باشیم، تشکر از شما. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، وصلى الله تعالى على سيدنا الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. بنده خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شبکه تلویزیون اصلاح عرض سلام و ادب و احترام دارم. تشکر، بخیر باشیم. بنده عزیز، با جناب استاد زاکری میخوایم که روی اخلاص صحبت بکنیم، اما قبل از اینکه ما بریم مشخصا روی اخلاص صحبت بکنیم، ما از جناب استاد میخوایم که روی فضیلت رمضان چند جمله برای ما بگن تا ما اینا رو یادداشت بکنیم به پیش خود، ما شما همه بیننده عزیز، بعد میریم روی اخلاص، ای که ماه مبارک رمضان چه ارتباطی با اخلاص داره و اخلاص چگونه ما میتونیم به دست بیاریم و چه شرایطی داره. اینو موارد رو با جناب استاد بحث میکنیم. جناب استاد، میشه ابتدا روی، چون ماه مبارک رمضان هست، ماه صیام و قیام هست و ماهی است که فضیلت های زیادی داره، ما میخوایم چند مورد از این فضیلت هایی که در این ماه نهفته هست برای ما بگین، بعد میریم روی اخلاص صحبت میکنیم. جزاك الله خیر. بدون شک ماه مبارک رمضان یک نعمت ارزشمند از طرف الله رب العزت و الجلال برای بندگانش. ماه رمضان ماهی است که هدیه بس بزرگی الله سبحانه و تعالی برای من و شما و تمام مسلمان هست. بدون شک امام ربانی رحمه الله می فرماین تمام برکات و فیوزاتی که در طول سال و در طول ماه ها نازل میشه، خب دقت بکنید، تمام برکاتی که در طول سال و در تمام ماه ها نازل میشه در مقابل برکات رمضان و در مقابل فضائلی که در رمضان وجود داره، همانند قطره در مقابل دریا بیش نیست. سبحان الله، در طول سال چه شبها و چه روزهای با عظمتی مثل شب و روز عید، روز عاشورا، روز عرفه، شب عرفه و ایام جمعه و امثال از اینها، عشری ذی الحجه، اینها وجود داره، ولی همه این فضائل را امام ربانی رحمه الله می فرمایند که در مقابل برکاتی که در ماه رمضان وجود داره، همانند قطره در مقابل دریا بیش نیست. بس سعادت بهار او خواهر مسلمان و برادر مسلمان که از این فرصت بس طلایی و از این فرصت عظیم، استفاده عظیم و بهره بزرگ را بباره و نصیب بشه. و بدون شک ماه مبارک رمضان ماه عنابت، ماه رجوع الى الله می باشه، ماه توبه هست، ماه برای تسکیه. اگر ما در رمضان تسکیه نشیم، در رمضان به سعادت نائل نیاییم و در رمضان رضاحیت الله تبارک و تعالی را کسب نکنیم، آیا چی انتظار داریم بعد از رمضان که شیاطین باز بشه، با دشمن دیرنه‌ای که در وجود خود ما نهفته است، نفس، او هماهنگ میشه و او شیطانی که بنا به حدیث نبی علیه السلام، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، او کما قال النبی صلی الله علیه و سلم، که تا جایی که خون انسان جریان داره، شیطان در وجود انسان جریان داره. بعد از رمضان این چانس کمتر به دست انسانه. فلذا خوبه که ما توصیم برای تمام برادران و خواهران عزیز ما و روزداران نهایت محترم ماه صیام و قیام این هست که این فرصت بس عظیم و این چانس طلایی رو، غنیمت عظیم از طرف الله تبارک و تعالی بشمارم و این لحظات با بهره‌گیری و استفاده از انواع و اقسام طاعات و عبادات خداوند سبحانه و تعالی انشالله بهره بگیرم، با دعا و نیایش و انابت الى الله سبحانه و تعالی، به صدقات و تلاوات، تلاوت ها و ذکر و نیایش به حضور الله تبارک و تعالی داشته باشیم. بسیار نیک، خیلی هم عالی، تشکر جناب استاد. واقعا این فرصت ها دیگه تا سال دیگر به دست نخواهد آمد و نگفته نماند هیچ کس از ما و شما نمیدانیم که سال دیگر آیا رمضان دیگر هستیم یا نیستیم.
پس چی خوب است که فرصت در من حیث آخرین رمضان ما فکر کرده و استفاده بکنیم. جناب استاد میخوایم که حالا هرچند فضیلت رمضان به این چند کلمه که ما شما گفتیم تمام نمیشه، اما چون بحث ما شما باقی نمانه اخلاص میخوایم صحبت بکنیم. اگر روی اخلاص یک تعریف کوتاهی داشته باشیم، بعد بیایم اخلاص برای ما بگیم که ما اخلاص رو چگونه بشناسیم، چگونه به دست میتونیم بیاریم، اخلاص چی هست، برای ما توضیح بدیم جناب استاد. جزاک الله خیر. همون طوری که از خود عبادت رمضان و از روزه رمضان معلوم و مشخص است، ما یک مطلب خدمت شما عرض کنم، خدمت بینندگان عزیز و محترم، که از بین تمام عبادت هایی که دارم بهترین لذت را از رمضان میبرم و بهترین لذت را از روزه رمضان، زیرا با خود حدس میزنم اخلاصی که در روزه وجود داره در هیچ عمل از اعمال انسان وجود ندارد. زیرا هر یک از من و شما میتونیم در جای تنها خوب بخوریم، خوب بنوشیم، بعد بیرون بشیم با مردم اظهار بکنیم که ما روزه داریم. جز الله رب العزت و الجلال هیچ احدی نمیدانه که ما روزه داریم یا نداریم. بله. فلذا در حدیث نبی پاک صلی الله علیه و سلم که الله رب العزت نبی علیه السلام میفرماید کل عمل ابن آدم له الا الصوم. این حدیث قدسیه که نبی علیه السلام از الله تبارک و تعالی حکایت میکنه، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزا به. تمام اعمال فرزند آدم همه اعمال زو برای خود زو، یعنی پاداشی از الله تبارک و تعالی حدیث میفرماید پاداش تمام اعمال نیک انسان را فرشته های الهی میده، اما پاداش روزه را تنها و تنها ذات الله سبحانه و تعالی میده. زیرا اخلاص و للهیتی که در روزه وجود داره در هیچ عمل وجود نداره. اصلا برای ریا در روزه جایی وجود نداره، تمام دروازه ها مسدوده، فقط خالص بری الله الصوم لی و انا اجزا بی. و بعضی از حضرات محدثین رحمه الله می فرمایم الصوم لی و انا اجزا بی، هر عمل فرزند آدم پاداش از او بهشته، پاداش از او بهشته، جز روزه که خالص برای ذات الله هست. و پاداش روزدار و جزا و پاداش صائمین لقاء رب العزت و الجلال، دیدار الله سبحانه. چرا؟ زیرا که در اخلاص. بنابرازی ابو یعقوب مکفوف رحمه الله می فرمایم الاخلاص ای یکتب العبد حسناته کما یکتم سیئات. اخلاص اینه، شما گفتیم تعریف از اخلاص. بله. اخلاص اینه که انسان طوری که حسنات سیئات خود را میپوشه، سعی میکنه که از سیئات و زو هیچ کس مطلع نشه، حتی اقربای زو، نزدیکان زو، هیچ دوستی از او بر سیئات زو اطلاع پیدا نکنه، بر گناه های زو اطلاع پیدا نکنه. به همین پیمانات سعی بکنه حسنات خود را، نیکی‌های خود را بپوشه. این تعریفی است که ابو یعقوب مکفوف رحمه الله تعالی عن ایشان بیان میکنم. و حذیفه مرعشی رحمه الله میفرما ان تستوی افعال العبد فی الباطن و الظاهر. اخلاص اینه که ظاهر و باطن اعمال انسان در ظاهر و باطن یک چیز باشه. یعنی همون چیزی که در ظاهر بروز میکنه در باطن انسان همی باشه. این در واقع اخلاصه که رب العزت و الجلال برای همه من شما توفیق این اخلاص را عنایت بفرماید. آمین. و یقینا اخلاص مایه سعادت انسان است. اخلاص انسان باعث سعادت دنیا و آخرت انسان. یکی از فواید اخلاص اینه که قبولیت اعمال. الله تبارک و تعالی تنها اعمالی را که قبول میکنه اعمال مخلصینه. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فلذا نتيجه فضائل اخلاص قبوليه اعمال رضاهيه الله تبارك وتعالى. اگر ما ميخواهيم الله را راضي بكنيم همون طوري كه در روزه ما سعي داريم، تلاش داريم. در افغانستان ما و شما انشاءالله فراموش نکنم 16 ساعت روزه میگیره. بله.
ولی در فضای مجازی که از بعض کشورها برادرها و خواهرها با ما تماس هم 22 ساعت هر کس از خودش پرسان بکنه ما چرا خوردنی ها، نوشیدنی ها و حتی اعمالی که قبل از رمضان بریم انجام اونها عبادت بوده اینها رو ترک میکنم به واسطه رضای الله تبارک و تعالی. 22 ساعت هر همه چیز رو متقبل میشیم. چه خوبه که رمضان با عنوان معلم اخلاص برای ما خودمان قرار بدیم. در طول سال اولا در خود رمضان همونطوره که روزه ره. هیچ کس به قید ذات واحد و شریک نمیدانه که ما روزه داریم یا نداریم، هیچ کس نمیدانه. همینطور صدقات ما، زکاتی که داریم، اعمال خیر دیگری که داریم، همه اینها رو به محض رضای الله تبارک و تعالی انجام بدیم. ارتباطات دوستی که با دوستان عزیز خود داریم بر مبنای اخلاص به الهیت باشه و عبادات ما ان شاء الله بر مبنای اخلاص انجام بدیم تا اینکه سعادت دنیا و آخرت را ان شاء الله نصیب بشه. بسیار نیک جناب استاد و نکات خوبی را اشاره کردیم. من می‌خوام یه پرسان بکنم، فرد آیا خودم احساس میکنه که حالا من عبادت من با اخلاص انجام میشه؟ من بیشتر خدمت شما اشاره کردین، اشاره کردم که شخصا خودم، شاید هر یک از شماها همینطور باشه. انسان باید با هدف زندگی بکنه، با هدف باشه. چرا؟ از خود پرسان بکنیم چرا من روزه میگیرم؟ گاهی از دوستا پرسان میکنم، از خود پرسان کنیم چرا یک ساعت دو ساعت من در مسجد قرار دارم در تراویح و چرا از خوردن و نوشیدن و از همه چیز خود رو باز داشتم؟ گاهی روزها میشه که بنا به ضرورت در بازار بیرون میشیم، سخت دوش نمیشیم، داخل وقتی که میایم دوش حمام رو باز میکنیم آب یخه، میگم خدایا پروردگار لذت میبره. حدس میزنم که اعمال ما واسه که جناب استاد، بله میخواستم اینجا واضح بشه. حالا سوالی که شما میگیم از خود پرسان بکنیم، مثلا فرد پرسان میکنه که چرا من روزه میگیرم؟ خب شاید این پاسخ به دست بیاد که به خاطر امر شدم عبادت میکنم. حالا جناب استاد فرق بین از اینکه ما عبادت رو انجام میدیم، فرض رو از گردن خود یعنی دور میکنیم، با اخلاص تفاوت داره؟ یعنی که هر دو در یک مسیر شما قرار میدید. خدمت شما عرض کردم که یکی در هر عبادتی حضرات علما میفرمایند، رحم الله، اگرچه بعضی از حضرات علما میگن در فرض، در فرائض ریا نیست، ولی بعضی از حضرات علما به این نظر که در هر عبادتی امکان ریا هست، حتی در نماز، در حج، در جهاد، در اینا هر یکی امکان ریا هست، ولی در روزه اصلا امکان ریا وجود نداره. از ریا جناب استاد از ریا چی تعریف میکنین؟ به خاطر اینکه واضح بشه برای بیننده ما. حالا شاید فرد سوالی که من میخوام از بیننده ما مطرح کرده بودن در یک از پست ها نوشته کرده بودن که ماه مبارک رمضان روزه گرفتی، حالا دیگه نیاز نیست که دم افطار از خود و افطاری خود عکس بگیری به داخل فیسبوک بگذاری که من روزه داشتم، روزه گرفتم. این ریا میه مطرح میشه؟ خیر، انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نواه. این حدیث پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم. خود اخلاص و ریا از اعمال قلبی هست، از اعمال قلبی، ارتباط با قلب میگیره. انما الاعمال بالنیات. اگر همی عزیز ما و همی برادر ما که افطاری خودش عکس زور میگیره، گاهی اوقات میشه که از اثر خوشحالیه اظهار سرور میکنه، اظهار خوشحالی میکنه، و گاهی اوقات میشه که خدای نکرده نشون دادن به دیگران هست. نشون دادن به دیگران هست که سفره من سفره رنگین هست، اگر معاذ الله چنین باشه. و در سوره مبارکه تبارک الذی، شما بار بار من شما خوندیم، تبارک الذی بیده الملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ببینیم در اینجا الله نمیگه ایکم احسن و اکثر، ایکم اکثر عملا. خودم یک شما اعمال بیشتر، پنج قرار برنج به ختم قرآن میرزه، فلان میکنه فلان میکنه، نه، ایوکم احسن و عملا، ایوکم اخلص و عملا. خودم یک از شما اعمال بر مبنای اخلاص داره. فلزا اخلاص قابلیت اعمال، اخلاص رضاهیت رب العالمین، اخلاص سعادت دنیا، اخلاص سعادت اخروی، و این چیز در پی داره.
ما از رب العزت و الجلال ما شما به ساعت اجابت قرار داریم. بسیار. امام ابو حنیفه رحمت الله می فرماییم ساعت اجابت به یک روایت. ساعت اجابت روز جمعه بعد از نماز عصر. از الله تبارک و تعالی می طلبم از تمام بینندگان عزیز و روزداران محترم روزه ماه رمضان من مسئلات دارم که اونها آمین بگم. من در اینجا دعا میکنم که پروردگار تو به ما اخلاص و لله‌یت را بیاموز. آمین. سپاس. خدا قلبای ما را با نور ایمان و با زیور اخلاص آراسته. بسیار نیک جناب صدا میخوایم پس دعا داشته باشیم که همه ما آمین بگیم. دعای طولانی تر داشته باشیم که دیگران آمین داشته باشن و همین فرصتی هست که بیننده‌های ما هم با ما همگام بشن و آمین ان شاء الله. بفرمایید جناب. الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية وحسن الخاتمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله پروردگارا در لحظات افطار قرار داریم. بار اله لحظه اجابت دعا هست. تمام بینندگان این شبکه اسلامی و اصلاحی پروردگارا آمین میگویم. خدایا از تو میطلبم که ما را اخلاصمند دین خویش داشته باش. آمین. خدایا ما را جزء مخلصین قرار بده. پروردگارا طاعات و عبادات ما و تمام امت مسلمه را قبول درگاه خویش بگردان. پروردگارا ما را از بندگان مخلص خویش در همه امور دین و دنیای ما قرار بدی. پروردگار تجار ما را تجار مخلص عنایت بفرما. علمای ما را پروردگار علمای مخلص عنایت بفرما. جوانان ما را خواهران ما را برادران ما را پروردگار از جوانان مخلص و از خواهران مخلص با دین و اسلام پروردگار را قرار بدی. پروردگار روزه و طاعات و عبادات و صدقات همه ما را قبول بفرما. خدایا کسانی که مریض دارم بار الها مریض هایشان را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. پروردگارا اونهایی که طلب دعا دارم پروردگارا هر مطلب و اهداف دینی که دارم پروردگارا ازشان برآورده بساز. جزاكم الله خير حسبنا الله ونعم الوكيل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين برحمتك يا جناب صار خير ممنون تشكر